آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر اعلام کردند. از سوی دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که با توجه به تحریم‌ها در زمینه‌های دیگر، جمهوری اسلامی از طریق دریا سلاح به روسیه می‌فرستد. همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا همینک با ما هست. گیتا، از این تحریم حقوق بشری تازه علیه ایران بگو. حتماً. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا معمولاً همیشه هماهنگ شده کار می‌کردند و حالا عمدتاً هم به فاصله یک یا دو روز از هم دیگه اعلام تحریم می‌کردند، اما این بار هر سه در یک روز در زمینه حقوق بشر بوده. آمریکا به طور مثال 4 مقام ارشد سپاه رو تحریم کرده و باز به طور مثال یکی از اونها از استان سیستان و بلوچستان هست. فردی به اسم سلمان آدینه‌وند که فرمانده یگان امداد پلیس تهران بوده و سید محمد امین آقامیری دبیر شورای فضای سایبری شورای عالی امنیت ملی هست که مسئول سیاست گذاری و بستن وبسایت هایی که مردم بیشتر به اون رجوع میکنن و استفاده میکنن. ضمناً وزارت خارجه آمریکا 11 مقام دولتی رو از گرفتن ویزا و آمدن به آمریکا ممنوع کرده. این 11مین یا تا حالا 11 دور آمریکا در این زمینه تحریم علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود. بریتانیا فرماندهان سپاه در استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، مرکزی و همینطور فرمانده پایگاه کربلا در استان خوزستان رو تحریم کردن. اینا ممنوعیت ویزا و مسدود شدن داراییشون در میان هست و بریتانیا از زمان شروع تظاهرات تا حالا 70 نفر رو یا این دفعه الان و کلن 300 نفر از جمله کل سپاه رو تو لیست برده. اتحادیه اروپا هم 8 نفر و یک شرکت رو امروز در لیست خودش برده. اون شرکت آریانتل هست که به گفته اتحادیه اروپا به مقامات دولتی و انتظامی کمک کرد تا معترضین رو شناسایی بکنن. افراد هم از جمله دو عضو تندروی مجلس شورای اسلامی هستند به اسمهای بیژن نوباوه وطن و علی یزدیخا. معاون فرمانده سپاه قم، رئیس و معاون و سه عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه هم از طرف اتحادیه اروپا تحریم شدن و تا حالا پیام اتحادیه اروپا 240 فرد و نهاد جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. گیتا، در مورد مقاله وال استریت ژورنال و ارسال تسلیحات به روسیه از طریق دریای خزر که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار میگیرن کمی توضیح بده. به نظر میرسه این چالش جدیدی برای آمریکا و اروپا است که میخوان با تجاوز روسیه به اوکراین مقابله کنن. درسته، همینطوره. خب تا حالا میدونیم که عمدتاً جمهوری اسلامی از هواپیماهای باربری استفاده میکرده برای رسوندن سلاح، حالا چه به روسیه چه به جاهای دیگه، اما حالا با توجه به وجود دریای خزر بین این دو کشور از کشتیهای باربری استفاده میکنه. کشتیهای روسی هستن که از بندر امیرآباد بوشهر میرن به آستاراخان روسیه و واسه ژورنال گزارشش بر اساس صحبت با یه سری مقامات خاورمیانه و یه سری مداره که پیدا کرده و میگه که در 6 ماه گذشته 300,000 گلوله توپ و 1,000,000 مهمات از این طریق جمهوری اسلامی برای روسیه ارسال کرده. ضمناً آستاراخان جاییه که خود جمهوری اسلامی هم اونجا سرمایه گذاری کرده و این یکی از قراردادها به طور مثال که واسه ژورنال دیده به مبلغ 1,700,000 دلار هست که عاید ایران شده برای مهماتی که داده.